عطا محمد نور والی بلخ در روز دوم سفرش به هرات در یک نشست خبری حضور یافت و باز هم کار کرده حکومت وحدت ملی را مورد انتقاد قرار داد. آقای نور که در خانه محمد اسماعیل خان رهبر پیشین جهادی و از اعضای حزب جمعیت اسلامی صحبت می کرد، بیان داشت که اسنادی از فساد گسترده در حکومت وحدت ملی در اختیار دارد و به زودی این اسناد را منتشر خواهد کرد. فساد گسترده شده، همچنان متمرکز شده، اسنادی وجود دارد که در رابطه در روزهای بعد ما از طریق صفات اجتماعی شما را به جریان قرار خواهد داریم. همون قسم که طال دو مرحله از بخشای فساد حکومت بیرو برآمده. والی بلخ بیان می‌دارد که کشور در شرایط دشواری قرار دارد و روزانه ده ها تن از سربازان جانهای خود را از دست می‌دهند و هر روز گروه‌های هراس‌افکن قوی‌تر می‌شوند. از سوی هم محمد اسماعیل خان فرمانده پیشین جهادی تداوم روند کنونی را منجر به سقوط برخی ولایت می‌داند. جنگ سرتاسر افغانستان فرا گرفته، طالبا بسترش گسترش شده و بانی‌ها و حمایت کننده بیشتر پیدا کرده، به منظوری که داعش را کسای دیگر حمایت میکنه، گویا توسط طالب داعش را جلوگیری بکنه و طالب هم حمایت میشه تا رقابای سیاسی که خود را توسط طالبای ساخته شده یا ارتباطی خود منزوی بکنن و به چالش بکشن. یعنی بسیار واضح است که طالب به حد درست زده نمیشن، فقط جای فرمایشی زده میشن. یقین اگر به همین وضعیت فعلی ادامه بدیم، سال دیگه شاید ولایت های سقوط خواهد کرد که اگر پارسال سقوط کرد پس گرفتن، شاید به سال آینده ما ولایت ها رو پس گرفتن نتانیم. من یقین دارم که اگر یکی دو ولایت سقوط کرد، بعد دو اداره کشور اقدر ضعیف خواهد شد که از همپاشیدگی وجود خادمات. با گفته یه محمد اسماعیل خان، تا چند ماه آینده حزب جمعیت اسلامی فرد مورد نظر این حزب را به حیث نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده معرفی خواهند کرد. در این حال رئیس جای حزب جمعیت اسلامی از شفاف نبودن پروسه انتخابات انتقاد میکند. یکی از شخصیت ها را به صفت زعیم آینده کشور معرفی بکنیم. این البته شاید تایید روسی ماه آینده انشاءالله اعلان خواهد شد و ما امیدواریم که امسال بتانیم که ما در خود مطمئن بسازیم که اگر انتخابات صورت بگیره که ما باور ما نمی آید، انتخاباتی باشه که در این انتخابات با تغییرات که جناب استاد رو چهار اصل که صحبت کردن باید حتما تغییر بیارد. اگر اینا بخواهند با امی کمیسون با امی روال و روش که اینا دارن دو سه نفر یک ششتن کمیشنر را تعیین کردن، بقیه رئیس های ولایت ها را تعیین میکنن و میرن به طرف انتخابات، او معلوم است که مهندس شده چی است، کی را میارن. در او صورت ما بایکوت میکنیم، ما تحریم میکنیم و اصلا حکومت به رسمیت نمیشناسیم و کارشان به رسمیت نمیشناسیم و انتخاباتشان رو قبول نمیکنیم. روز گذشته نیز عطا محمد نور که در میان هوادارانش در خانه محمد اسماعیل صحبت میکرد، پیش شرط هایی را برای اصلاح نظام انتخاباتی رای کرد و بیان داشت در صورتی که اصلاحات در کمیسیون انتخابات به میان نیاید، از همکنون رئیس جمهور بعدی کشور نیز مشخص است. ما چهار پیش نیاز داریم تمام شورای تفاهم احزاب. یک، الغای کمیسیون انتخاباتی. دو، یا اصلاح بنیادی کمیسیون انتخاباتی. سه، پلان تغییر بدیل. چهار، نظارت بسیار قوی توسط احزاب سیاسی و تمام گروه های مطرح در افغانستان. در غیر او کمیسیون رسادشان، کمیشنر رسادشان، تعیین ولایت مربوط به خودشان، صندوق پیش خودشان، در حالی عطا محمد نور والی بلخ و از منتقدان اصلی حکومت وحدت ملی از سیاست حکومت انتقاد می کند که چند روز قبل خبرهای مبنی بر نامزد بودن وی در انتخابات آینده ریاست جمهوری به نشر رسید، خبری که والی بلخ آن را شایع می گوید اما نامزد بودنش را هم دور از انتظار نمی داند.